سلام بچه ها، توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری مدل دستکش رو ببافید. لطفاً قبل از شروع آموزش این ویدیو رو لایک کنید. اگه اولین بارتون هست که بافتنی ها رو تماشا میکنین، حتماً روی دکمه قرمز بزنید و عضو کانال ما بشید. زنگوله رو هم بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای ما رو از دست ندین. برای بافت این دستکش از کانوای سوپر نموتا استفاده کردم. ضخامتش به این شکله و از قلاب شماره 2.5 میلیمتر استفاده کردم. شما از هر نوع کانوایی با هر نوع ضخامتی میتونید استفاده کنید، فقط خیلی ضخیم نباشه کانواتون، یعنی کانوای متوسط و نازک رو میتونید استفاده کنید. این قسمت رو که بافتش رو انجام میدین، اگه کامباتون نازک باشه تعداد رجای بیشتری رو نیاز هست که دور دستتون فیت بشه و این قسمت رو روش میایین انجام میدین. فقط اندازه که نیاز دارین این قسمت هست و با هر کاموا و قلابی میتونید این کار رو انجام بدین. فقط قلابتون باید متناسب با اون کاموایی که انتخاب میکنید باشه. بچه ها بریم که آموزش رو با هم ببینیم. برای بافت این دستکش اول از همه یک گره میزنیم و 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 هر میزانی که میخواین این قسمت رو پوشش بده میایین زنجیره میزنیم. الان من 16 تا زنجیره زدم و ببینید وقتی که بافته میشم یه کوچولو کوتاه‌تر میشه، چون ما از زنجیره دوم هم شروع میکنیم بافت رو. یه کوچولو زنجیرتون باید بلندتر از میزانی باشه که میخواین. برمیگردونیم از این کوکای پشت کار بافت رو ادامه میدیم. ببینید این کوکایی که پشت کار میبینیم، از این سمت بافت رو انجام ندید. از دومی شروع میکنیم به بافت و پای کوتاه میزنیم. روی هر کدوم از این کوکا میام پای کوتاه میزنم. آخرین دونه رو هم میزنم. یه رج اومدم پای کوتاه زدم. یه زنجیره بچه ها بزنید و کار رو برگردونید. این زنجیره یک زدم، از دومی بافت رو شروع میکنم و دو سمت گیس بافت رو نمیگیرم بچه ها، فقط یک سمتش رو. ببینید معمولا بافت رو به این شکل انجام میدیم، ولی من میخوام فقط یک سمت گیس بافت رو بگیرم و پای کوتاه بزنم، به خاطر اینکه میخوام بافتم یه بافت کش بافت بهم بده. اگه دو سمتشو بگیرم این بافت کش بافت رو به من نمیده. پس یک سمت حلقه پشتی گیس بافت رو میگیرم و به این شکل پای کوتاه میزنم و اینجا یه خطی به این شکل روی کارم میفته. تا آخرین کار انجام میدم آخرین دونه رو هم میبافم، دوباره یه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم از دومی زنجیره که زدم، یعنی از اولین دونه، و شروع میکنم به بافت و دوباره حلقه پشتی و پای کوتاه.
ببینید به این شکل بافتمون در میاد و فرم کشباف رو داره به خودش میگیره. تا انتها این رو هم انجام میدم. آخرین دونه رو هم زدم. دوباره یه زنجیره میزنم، برمیگردم از اولین دونه، شروع میکنم به بافت و دوباره حلقه پشتی. حلقه پشتی رو میگیرم و پای کوتاه میزنم، ببینید. و همین این رچ ها رو ادامه میدم تا زمانی که دور دستم پوشش بده. این قسمت رو بافتش رو انجام میدید. کشباف رو تا این مرحله بافتش رو انجام دادم. زمانی که روی دستم میذارم بدون هیچ کششی تقریبا دو رج مونده که به هم برسه، ولی خب یه ذره که میکشمش کاملا به هم میرسن و اوکیه برای دستم. خب من حدود 17 تا، اگه دو رج بشمرم 17 تا دو تا رج دارم، یعنی 34 تا رج دارم. من یعنی 34 رج بافت رو انجام دادم. وقتی که زوج تعداد رج هاتون زوج باشه، ابتدا یه سمته و انتها سمت دیگه. اگه این بافتتون که در انتها هست این سمت باشه و شروعتون هم این سمت باشه، یه رج ببافین تا برسین به سمت دیگه، چون میخوام اتصال این دو سمت رو انجام بدم. و ببینید زمانی که اینجا اومدیم وصلش کردیم بافتمون مرتبه. خب برای وصل کردن این قسمتی که انتهای کارم هست اینجا قرار میگیره، این قسمتی که ابتدای کارم هست میاد رو و دقیقا مثل من بذارید روی هم. حالا این سمت اولین دونه رو دو سمت گیس بافش رو میگیرم، نخ میره پشت کار، اینو میکشم بیرون، یه زنجیره میزنم این سمت دو سمت گیس باف، سمت دیگه فقط حلقه پشتی رو میگیرم. بچه این سمت دو سمت گیس باف، سمت دیگه حلقه پشتی، دو سمتش رو نمیگیرم، فقط حلقه پشتیش رو میگیرم و بست میزنم یا پای کوتاه. این سمت دو سمت گیس باف، اون و حلقه پشتی، یا بست میزنیم یا پای کوتاه میزنیم. انتهای رج به همین شکل انجام میدم. این سمت دو سمت یه صفحه میگیرم و این سمت حلقه پشتی و بست میزنم. آخرین دونه رو هم انجام میدم. خب بچه این قسمت میشه پشت کار، برش میگردونم. ببینید اینجا شد روی کار، دقیقا مثل بافتای کناریش و خیلی تر و تمیز میشه. خب اینجا بچه همیم یه دونه زنجیره میزنیم
و شروع میکنم به پای کوتاه زدن. روی هر رج میام یه پای کوتاه میزنم. رجایی که به این شکل هست من میام روی این قسمت، ببینید، میام روی این قسمت، داخل اینجا میام پای کوتاهمو میزنم و یه دونه اینجا روی رج کناری و دوباره داخل این و یه دونه اینجا، یه دونه داخل این. روی هر رج میام یه دونه پای کوتاه میزنم. من 34 تا رج دارم و در نهایت دونه هم باید 34 تا دونه باشه. تا انتهای رج میام این پای کوتاه رو انجام میدم. رسیدم به انتهای رج، روی اولین دونه میام که بست میزنم و دو تا زنجیره میزنم. اینجا رو دقت کنید بچه ها، این دو تا زنجیره جزو شمارش حساب نمیشه و اینو نمیشماریم. دو تا زنجیره که میزنیم روی همین گیس باف پای بلند میزنم، روی همین گیس بافی که دو تا زنجیره زدم، چون من اونو محاسبه نمی کنم. روی تمام دونه ها میام پای بلند میزنم، تمام دونه های این رج پای بلند به این شکل. پس تا انتهای رج بیاین پای بلند بزنید. دارم میرسم به انتهای رج. بچه ببینید آخرین دونه ای که میزنم قرار این باشه. این اون بستی هست که من روش دوتا زنجیره رو زدم و بنابراین این رو محاسبه نمی کنم. به این شکل میرم روی این دوتا زنجیره رو کاری ندارم، روی پای بلند اولی رو گیس بافش بست میزنم دوتا زنجیره. دوباره همین جایی که من دوتا زنجیره زدم، ببینید از این نگاه میکنم، از این سوراخ خارج شده، میبینید اینجا میام یه دونه پای بلند میزنم. دونه یه بعدی سه تا دونه پای بلند داخلش میزنم و افزایش انجام میدم. ببینید توی دونه بعدی سه تا دونه پای بلند میزنم و ما بقی رو دوباره رو هر کدوم یه دونه پای بلند میزنم تا برسم به انتها. ببینید اول دوتا زنجیره زدم، روی همین قسمتی که دوتا زنجیره زده بودم یه پای بلند و سه تا دونه پای بلند توی دونه بعدی و ما بقی رو پای بلند بزنید تا برسیم به اینجا. آخرین دونه رو هم میزنم. اگه فکر میکنید دارید دونه ها رو اشتباه میبافین، بچه ها بشمارین این رج پایین باید بجز این دوتا زنجیره 34 تا دونه میشد، رج بالا این زنجیره ها رو، این دوتا زنجیره رو اگه در نظر نگیریم، اومدیم دوتا دونه، یعنی یه دونه ستایی زدیم اینجا و دوتا دونه اضافه شد، بنابراین توی این رج باید بشه 36 تا دونه. خب میام دوباره این دوتا زنجیره رو در نظر نمیگیرم، روی اولین پای بلند روی گیس بافش میام و بست میزنم به این شکل. دوتا زنجیره میزنم داخل همین این قسمت که دوتا زنجیره زدم یه پای بلند، رج پایین یه پای بلند زدیم بعد یه ستایی زدیم. توی این رج دوتا پای بلند میزنم به صورت تک روی هر گیس باف، بعد میرم دونه بعدی یه افزایش انجام میدم. یعنی بچه ها به این شکل هست که شما روی این ستایی که میزنین روی وسطیش هی میایین ستایی میزنین. ببینید و
بنابراین توی هر رج که ما میریم جلو باید توی این رج بیایم دو تا دونه بزنیم و بعد ستایی. رج بعدی میشه سه تا دونه بعد ستایی. رج بعدی میشه چهار تا دونه بعد ستایی. به همین شکل انجام میدیم. مابقی رو پای بلند میزنیم تا برسیم به انتهای رج. فقط نکتش همین ستایی زدن است. خب آخرین دونه رو هم زدم توی این رج. روی اولین پای بلند میرم و بست میزنم. دو تا دونه زنجیره روی همین قسمتی که زنجیره ها رو زدم پای بلند. این اولین پای بلندم شد. دو تا، اینم سه تا. سه تا پای بلند زدم. این دو تا رو هم که حساب نمی کنم. سه تا پای بلند میزنم. بعدش بچه ها میرسم. ببینید این ستایی پایینه. ببینید باید برم روی وسطیش یه ستایی بزنم. خب حالا میرم روی این دونه وسطیش یه دونه افزایش و سه تا پای بلند داخل همون گیسباف میزنم به این شکل. و موبقی رو دوباره پای بلند میزنم تا برسم به اینجا. بچه ها این به این شکل انجام میدیم چند رج. اینجا الان من سه تا دونه پای بلند زدم بعد یه ستایی. میتونید نگاه هم بکنید که روی دونه وسطی باید یه ستایی بزنید دیگه. این ستایی که دارین رو دونه وسطیش که میرسین افزایشتون رو انجام میدین. من برای این دستکش اومدم 1, 2, 3, 4, 5, 6 رج انجام دادم. از این پای بلند اگر حساب کنید 6 رج انجام دادم. شما هم 6 رج انجام بدین تا ما بقی رو با هم پیش بریم. من بافت رو تا 6 رج اومدم انجام دادم. ببینید 1, 2, 3, 4, 5, 6 رج بافتم. توی رج 6 ببینید بعد از این دوتا زنجیره 1, 2, 3, 4, 5 5 تا پای بلند زدم بعد افزایش را انجام دادم اون ستایی رو و دقیقا هم روی این پای وسطی ستایی قبله. یعنی نیاز نیست اینا رو هم بشمارید. اگه حواستون باشه روی این ستایی که هست رو دونه وسطیش دوباره ستایی بزنید نیازی نیست که بشمارید. خب بچه اینجا باید بیام شست رو جدا کنم. ببینید به این مرحله که میرسه این هم بهتون بگم بچه ها ممکنه که من دارم شل میبافم. ممکنه که شما نیاز باشه که تعداد دونه هاتون رو بیشتر کنید. دوست دارید گشادتر باشه دستکشتون. میتونید تعداد دونه های تعداد این رج ها رو بیشتر کنید اگه میبینید براتون تنگه، یا این پای کوتاه هایی که اینجا میندازیم رو یه چند تا درمیون اضافه کنید که یه ذره براتون گشادتر شه. خب ببینید به این شکل هست. زمانی که میرسه به اینجا و این قسمت شست رو، این قسمت شست رو پوشش میده، وقتشه که ما انگشت شست رو بیایم جدا کنیم. یعنی ممکن شما این شیش رج هم ببافی ولی به این قسمت نرسی، یه دونه رج دیگه باید اضافه تر ببافی. حالا برای جدا کردن شست بچه این ستایی که دارم میام این دونه وسطش رو در نظر نمیگیرم، اینجا رو میشمارم 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا. این دوتا زنجیره هم که هیچ وقت در نظر نمیگیریم. 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا دونه. دونه وسط ستایی رو نگه میدارم دوباره از بعدیش میشمارم 1, 2, 3, 4, 5, 6. پس من باید به این دونه بیام وصل کنم. خب به چه شکلی وصل میکنم نگاه کنید. اینجا باید بست میزدم دیگه. قلاب رو میکنم داخلش، اینو میدم داخل، ببینید داخل، و این دونه ای که باید بست بزنم رو انتخاب میکنم و نخ میگیرم و بست میزنم، محکمش میکنم و اینو هل میدم بیرون به این شکل. یه چند بار نگاه کنید این قسمت رو تا متوجه بشین. دو تا زنجیره میزنم
و دوباره شروع میکنم به بافت. روی همین دوتا زنجیری که زدم پای بلند و دیگه ستایی ندارم بچه ها. فقط روی هر گیس باف یه پای بلند و ادامه میدم تا برسم به این قسمت. خب پای بلند زدم، اینجا دوتا زنجیره زده بودم، پای بلند زدم تا اومدم به این قسمت. الان با شست بچه ها کاری نداریم. این اون دوتا زنجیره هست که زدم، دوباره مثل همیشه روی این پای بلند اول روی گیس بافش میام و یه بست میزنم. دوتا زنجیره داخل همون گیس بافی که دوتا زنجیره رو میزنم پای بلند و پای بلند به همین شکل و ادامه میدم. ادامه میدم بچه تا برسم به همینجا و دوباره به این قسمت وصل میکنم و همینجور ادامه میدم. ببینید بچه ها، من برای این دستکش از اینجایی که شست رو جدا کردم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 رج اومدم ساده بافی انجام دادم. شما هم این 8 رج رو انجام بدین، هیچ اضافه و کمی نمی کنیم توی این 8 رج و فقط به همین شکل روی هر گیس بافی یه دونه پایه میایم میزنیم. این رو انجام بدین، ما بقیه رو با هم ادامهش رو انجام میدیم. من 8 رج ساده بافی رو انجام دادم و میام روی اولین پایه بلند، دوباره بست میزنم، دو تا زنجیره میزنم. ببینید بچه ها، تا اینجا الان به این شکل در اومده کار. و تقریبا این انگشت کوچیکو که پوشش بده میتونیم کم کردنمون رو شروع کنیم. حالا اگه ممکنه تعداد رجایی که شما میخواین ببافیم، حالا با کامباتون یا اینکه شولین بافین یا سفین بافین، ممکنه تعداد رجاتون با هم متفاوت باشه. حالا من میخوام تعداد بیام کم کردنم رو شروع کنم. 3 رج کم کردن دارم، بازم انتخابی هست، خودتون هر جوری که فکر میکنید بهتر میشه میتونید این کار رو انجام بدید. 3 تا درمین میخوام کم کنم. اینجا دونه ها رو میندازم، دونه پای بلندم رو داخل همون حلقهی که دوتا زنجیره رو زدم، 3 تا پای بلند میزنم و میخوام حالا یه دونه کم کنم. به این شکل کم میکنم، نگاه کنید، نختوری گردن قلاب پای بلند و یک مرحلهش رو میبافم، نگه میدارم، دوباره دونه بعدی نخ میگیرم، میرم پایین نخ میگیرم و دو تاشو رد میکنم و 3 تا میمونه، نخ میگیرم و این 3 تا رو رد میکنم. ببینید دو تا دونه من تبدیل شد به یه دونه و گیس بافش یه دونه است، یعنی یه دونه کم کردم. حالا من یه کم کردن دیگه کنارش انجام میدم. ببینید به چه شکل نخ دوری گردن قلاب، نخ میگیرم دو تاشو رد میکنم، نخ دوری گردن قلاب، نخ میگیرم میام بالا، نخ میگیرم و دو تاشو رد میکنم، یه نخ میگیرم و 3 تا رو رد میکنم و میبافم. خب ما یه دونه باید کم کنیم، 3 تا دونه میزنم یه دونه کم میکنم، دوباره 3 تا دونه پای بلند میزنم، حالا دوباره یه دونه کم میکنم. ببینید به این شکل دوتا رو رد میکنم و نخ میگیرم، همه رو رد میکنم، دوباره 3 تا دونه پای بلند میزنم، دوتا دونه بعد رو با هم میبافم، به این شکل همینجور سه تا دونه در میون تا انتهای رج کم میکنیم.
کم کردم و اینجا دو تا دونه میمونه که اینا رو پای بلند میزنم. خب دوباره اتصال رو انجام میدم. رج بعدی میام دو تا در میون کم میکنم. اولین دو تا زنجیره رو میزنم داخل همین پای بلند، اولین پای بلند، دومین پای بلند و میام دونه کم میکنم دوباره. یه دونه کم کردم. دوباره دو تا دونه پای بلند. و الان یه دونه کم میکنم. پس دو تا در میون دارم کم میکنم. دو تا دونه پای بلند. یه دونه کم کردم. دو تا دونه پای بلند. دونه بعد رو دو تاشو با هم میبافم و یه دونه کم میکنم. دوباره دو تا دونه پای بلند. این دو تا رو با هم میبافم و کم میکنم. دو تا دونه پای بلند. این دو تا رو هم با هم میبافم. دو تا دونه هم این آخر میمونه که این دو تا رو با هم میبافم. جدا جدا میبافم روی هر کیس باف یه دونه. میام دوباره بس میکنم دو تا زنجیره. این رج آخر رو هم من اومدم دوتا در میون کم کردم. یک دوتا پای بلند یه دونه کم میکنم. دوتا پای بلند یه دونه کم میکنم. دو تا پای بلندی که زدم و دو تا گیس باف بعدی رو با هم میبافم و یه دونه کم میکنم. دو تا پای بلند. این دو تا رو با هم میبافم و کم میکنم. دو تا پای بلند. دو تا دونه آخر رو هم با هم میبافم و کم میکنم. خب حالا دوباره میام اینجا بست میزنم، یه کوچولو نخ میذارم. ما قیچی میکنم. سوزن رو از داخل این رد میکنم که محکم بشه. بچه ها کار رو برگردونید و از پشت کار ببافید، دوخت رو انجام بدید. خب این پشت کاره ببینید این شکلی صاف میذارینش و سوزن رو هدایت کنید به گوشه کار دقیقا ببینید. و حالا یک گیس باف از این سمت، یک گیس باف از این سمت میگیریم. دو سمت گیس بافشون رو میگیرم. اینجا کارم رو محکم میکنم و داخل کار
مخفی میکنیم و قیچیش میکنیم. کار رو برمیگردونم. خب حالا بچه این قسمت مونده. یه گره میزنیم. از این قسمت داخلی میام وصل میکنم. دو تا دونه زنجیره میزنم. داخل همین قسمت پای بلندش رو میزنم. روی هر گیس باف میام پای بلند میزنم. خب دونه ها رو سعی میکنم جا نندازم و با دقت روی هر گیس باف یه پایه میزنم. خب رو این زدم و اینجا یه دونه هم باید اینجا بزنم. میشمارم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 درسته؟ دو تا زنجیره میزنم و سه رجه دیگه به همین شکل ساده بافی انجام میدم. بچه پس روی این بیه این سه رج دیگه انجام بدیم و زمانی که میرسیم به اینجا که اتصال رو انجام میدیم دیگه. خب چهار رج اومدم ساده بافی کردم، بست میزنم. اگر پوشیدین دیدین یه کوچولو مثلا اینقدر مونده که شستتون رو پوشش بده، یعنی مثلا بکنید تو دستتون اینقدر مونده بود که تموم شه و بافت دستکشتون به انتها برسه، میتونید کار جمع کردن رو انجام بدین. اگر نه احساس کردین که کمی، میتونید یه رج دیگه هم دوباره ساده بافی انجام بدید. خب دو تا زنجیره میزنم و میام تماما کم میکنم دوتا. ببینید این دوتای اول رو با هم بافتم، میرم دوتا دونه بعدی رو با هم میخوام ببافم. این دوتا رو با هم بافتم، یعنی تمام دارم دوتا با هم میبافم و کم میکنم و با پای بلند هم دارم این کم کردن رو انجام میدم. این دوتای آخرم با هم میبافم و به هم وصل میکنم و یک کوچولو نخ میذارم. دوباره از سوزن استفاده میکنم. از داخل این رد میکنم.
میتونم از پشت کار بیام بافت رو انجام بدم و بهتر میشه این شکلی کارمون تمیزتر. اینو برمیگردونم و این سوراخ کوچیکی که هست رو از پشت کار کاملا میدوزم و کار دستکشم دیگه تموم شد. به همین شکلم همینجا مخفیش میکنم، یه کوچولو از اینا میگیرم و به این شکل ببینید، به این شکل، و یه ذره از کنار میام دوباره به سمت بالا و قیچی میکنم. کار رو برمیگردونم. و کار دستکشم به این شکل تموم شد. اینم از بافت این دستکش خیلی خوشگل و ساده. بر هر سن و هر جنسیتی میتونید این دستکش رو بافتش رو انجام بدین. به این شکل در اومده و خیلی هم بافتش ساده و راحت بود. بچه ها حتما حتما این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون هم بفرستین و نظرتون توی کامنت ها به هم بگین در رابطه با این دستکش، و اگه بافتین حتما توی اینستاگرام برام دایرکت کنین عکسش رو. شب و روزتون بخیر و یادتون نره که با بافتنی ها همراه باشید.